سلام سلام سلام، خوش اومدید به گیرینگ و شوی امشب. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام میکنم به شما، به همه خانواده ها. سلام به طول سگای توی خونه چیز دار. منظورم اینی که به کوچولوهای توی خونه، با آقایون نیستم، با بچه هام. چطورین بچه ها؟ عید چیکار کردید؟ چقدر عیدی گرفتید؟ چقدر خانواده رو تیغ زدید؟ چقدر آجیل کردید تو خندق بلا؟ ما چون دیدیم کپی توی ایران آزاده، داریم سعی میکنیم که از برنامه های کودک و نوجوان کپی کنیم براتون. الان مثلا من عمو پورنگم، دارم واسه بچه ها برنامه اجرا میکنم. مادرها رو اذیت نکنید، باباهای کچلتون رو مسخره نکنید. یه آهنگم براتون بخونم حال کنید. لب خندون در قندون، اردک تک تک لک لک اردک. خوشتون اومد؟ حال کردین؟ اصلا مثل که کپی دوست دارید دیگه، من فکر کنم اینجوریه. اگه با کپی حال میکنید، یه اسکیم از روی برنامه عید میرم براتون. خب چند تا هنرمند دعوت کردیم امشب براتون. اولین مهمون برنامه ما هنرمند عزیز و خوب کشورمون علی صادقی هستن. دست و جیغ و هورا فقط فراموش نشه. به 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 به، عکسشو بذارید این کنار که مثلا اومده توی برنامه. خب علی جون خوبی؟ عیدت مبارک. خب برو دیگه، برو که مهمون بعدی بیاد. خب مهمون بعدی برنامه بانو طناز طباطبایی هستن. خواهش میکنم عکسشون رو بذارید این گوشه. به به، خب خوش اومدین به برنامه خودتون طناز جون. اصلا به احترام طناز طباطبایی، من میخوام از برنامه برم دیگه، یعنی واقعا برم. ها نرم باشه. خب مهمون بعدی میخوای ماشین صحنه بیاد اینجا وایسه. بابا بیا دیگه. ده بار ما گفتیم بیا جلوی توربین نمیاد. به هر حال مهمونای دیگه هم داریم. محمد رضا گلزار، امین حیایی و نوید محمدزاده هستن پشت دم استودیو وایسادن و خلاصه گفتیم اینا رو دیگه راه ندیم، چون اگه بیان واقعا دیگه برنامه خالتور میشه. ولی خب واقعا ما ایرانی ها با کپی میونی عجیب و غریبی داریم. الان طرف فیلم ساخته، از فیلم 40 سال پیش کپی کرده. اصلا میبینیش حال میکنی؟ عمو خسرو. اه سلام روشن اکجا، خودتی؟ بله. چطوری عمو جان؟ خوبی؟ عمو جون سلام. حالتون چطوری؟ تو میمناتی؟ آره عمو جون. بچه تون کو؟ بچه؟ بچه کجاست؟ مجید بفرم. سلام آجی، از سر کوچه خفتش کردم آوردمش. بفرم، اینم بچه هم. بچه تون کجا؟ بچه 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 علی بچه بچه هادی بچه بچه چه داچه زنی؟ رفتم از سر کوچه خفتگیرش کردم آوردمش که میمنه خانم ببیند گربان. چشمم روشن، جمعتون جمعه. مثلا ما هم بزرگیده. به به، انگار جمعتون جمعه. حاجی خان این کیه؟ مادر بزرگیته مثلا. به من مامان بزرگ. مامان بزرگ؟ حاجی کجا هستی که ببینی نوت مثل سیبی که از وسط نصف شده با تو؟ من سلام خانم بزرگ. سلام و درد. به به چه با ادب. خودم هر کم بده سیبی که با خدا بیامرز آقا دو نصف کرده باشه. انگار فقط همون فیلم قدیمی رو رنگی کردن. خدا رو شکر در فیلم سازی گامی به جلو بر نمی داریم، در واقع گامی به عقب برداشتیم. چند وقت دیگه هم بر می گردیم به دوران دایناسورا و عصر یخبندان و کلن نابود می شیم، راحت می شیم دیگه. اون لباس ها رو یادتونه قدیما، شلوار کبریتی و چه می دونم اینا، هر چند سال مد می شد. الان فیلم ها هم اینجوریه، هر چند سال یه بار اون فیلم قدیمی رو میسازن که ما یادمون نره. بعدا خب اینا احتمال داره تو امتحان بیاد، اگه حفظ نباشیم مردود میشیم. من خودم چون هنرمندم، هر چند وقت یک بار برمیگردم میرم با دوست دختر 40 سال پیشم دوباره دوست میشم. هر کی میگه ولم کن من شوهر کردم، من ولکن نیستم، میگم نه تو هنر از این حرفا نداریم. بابا یه سینماست، بریزید وسط با هم استفاده کنیم دیگه. من میگم علیکی هم پول متن و نویسنده و اینا هم نمیخواد بدیم. سال یه فیلم قدیمی رو برداری 40 تا کارگردان با هم بسازن، اسمار هم توش عوض میکنیم.
همه بتولا رو میکنیم ملیکا، همه شهنازا میشن روشنک، همه غلاما بشن سپهر و نیما. اینها همین برنامه ما رو چند وقت دیگه میسازن، اسمشو میذارن علی ضیا شو یا شهاب حسینی شو یا مجید صالحی شو. بعدم پررو پررو ما رو میذارن واسه بلاک و ریپورت. تو رو خدا خجالت نکشید، اگه سوژه کم آوردید بیاد من خودم بهتون سوژه میدم. مثلا دختری که قرار اول نمیخواد بیاد خونه، ازش یه فیلم سینمایی خوب در میاد. یا پسری که وقتی میفهمه دختر دنگ کافه نمیده خودکشی میکنه. این همه جایزه جشنواره ها رو درو میکنه، سیمرغ میپاشن رو سر و صورت کارگردانش مطمئنم. یا تعمیرکاری که میاد خونه لوله های زیر سینک رو درست کنه، عاشق خانم خونه میشه. اینم خیلی خوبه ها. آها با آها ساختن درسته، این سایت های بیناموسی قبلا ساختن درسته، ببخشید درسته. در از صورت با سوراخ های ارتباطی در ارتباط باشید، من ایده ناب زیاد دارم. یا مثلا دختری که باباش نمیذاره با پسر مورد علاقش ازدواج کنه، این خیلی خوب. آها آها اینو 458 فیلم فقط از روی همین موضوع ساختن. خب باشه اشکال نداره، ما هم میسازیم، اسم دختر پسر رو عوض میکنیم درست میشه. سخت نگیرید بابا، لعنت یا زخم معده گرفتم از دستتون. تا اسم کپی میاد دست و پا میلرزه، بدنم سر میشه، بالا تنم تیر میکشه، پایین تنم فلک میشه. به خدا از دست این کپی کارا من آخر میمیرم. آها این موضوع بدی هم نیستا، مردی که از دست فیلم و سریال ها و موسیقی ایران که اینقدر کپی کردن خودشو از پنجره خونش پرت میکنه بیرون، ولی خب چون خونشون طبقه همکفه طوریش نمیشه، به خدا این اسکار میبره. یعنی من مطمئنم این اصلا ایده خیلی نابه. به خدا خسته شدم، خدایا من خیلی خسته شدم از دست این کپی کارا. ولم کنید، ولم کنید، بذارید من توی این غم و غصه بسوزم و بسازم. قبلا در مورد مهریه های عجیب که مد شده بود براتون حرف زدیم. مثلا تا میگیم مهریه، یکی میگه تاریخ تولد عروس خانم، یکی میگه تاریخ تولد براد پیت، یا زمین و خونه و ماشین و کوفت و زهر و مار. حالا همه رو مثل خودتون مادی نبینید، واقعا کسایی هستن که با عشق زندگی میکنن. مثلا خاله من مهریهش یه دمکنی و یه دست قاشق چنگال بود، سریع هم شوهرش طلاقش داد، دمکنی رو پر کرد تو صورتش. یا زنداییم مهریهش چرخ چپ ماشین داییم بود، بعد طلاق چرخ چپ ماشین داییم رو گرفت و رفت کلا. الان هم خب ماشین داییم چرخ چپ نداره دیگه، هر جا میره همین شاسی ماشین کشیده میشه رو زمین جرقه میزنه. اینا هیچی، مهریه های جدید رو بردم براتون واقعا عالی. طرف مهریهش 51 کیلو بال مگسه، این قشنگ خواسته بعد جدایی دوماد رو بدبخت کنه. دوماد میشینه تو توالت، هی مگس رد میشه میکشه، بالشو میکنه میده به عروس خانم. میگن آقای دوماد توی راهروی دادگاه ریده، با مگس کش نشسته بالا سر انش، 10 کیلو بال مگس همونجا جمع کرده. به خدا دارید فضای دادگاه ها رو به کثافت میکشونید، بهداشت دادگاه ها رو رعایت کنید حداقل. حالا بال مگس باز میشه یه کاریش کرد، الان هر جا بری 2 دقیقه سر کوچه چه میدونم بالا سر سطل آشغال اینا وایسی، 10 کیلو مگس رو میتونی شکار کنی. ولی مثلا یکی دیگه دست چپ دوماد رو مهریه کرده. خب آخه اون دست رو میخوای کجات بکنی؟ یعنی میگم که چیزه درست نیست. میدونی ما مرد و دستامون رو کجا میکنیم؟ بهداشتی نیست، نکنین تو رو خدا. بعد خب دست چپ ما مردا 1000 تا ویروس داره، تازه اگه دوماد چپ دست باشه چی؟ زن که نداره، دست چپ هم نداشته باشه خب خیلی سختش میشه، اونم یه نیازایی داره، یکم منصف باشید. من خودم همش دستم تو دماغمه، به خدا این دست به درد شما نمیخوره. یکی دیگه مهریش چشمای دوماده، آخه بعد طلاق چشمای اون بدبخت به چه درد تو میخوره؟ احتمالاً اینا روز عقل رفته بودن کله پاچه فروشی، به یارو گفتن که واسه زنم یه بناگوش و 2 تا پاچه و یه جفت چشم بذار. کله پاچه فروشی گفته چشم نداریم، پسرم چون به زنش قول داده چشمای خودشو مهر کرده. حالا شانس آوردیم نرفتن کبابی مثلا دنبلان بخورن، اگه دنبلان نداشتن باید مهریه خانوم دنبلان آقا دوماد میشد.
نه چیز، یعنی از این جهت میگم که علم پزشکی ثابت کرده دنبلان ضرر داره، وگرنه قابل شما رو نداره به خدا. یا بناگوش آقا دوماد با یه ظرف آب محض. بناگوش آقا دوماد خب باید همون شب عروسی میخوردی تموم میکردی. تلفنم زنگ خورد. الو مادر جان، غریبه توی غربت، نگی چیه محبت، بگی میگن دیوونه است، حرفاش چه بد چگونه است. آها نه خوبه دیگه، این ترانه خوبه دیگه، به خاطر دوری جوابه. مادر جان چی شده؟ بابا مهریهشو گذاشته اجرا؟ برعکس، خب تو باید مهریهتو بذاری اجرا. حالا چی هست مهریهش؟ ریش و پشم من با یه دست سیرابی؟ بابا من چه گناهی ده؟ آخه من اصلا نبودم اون موقع که ازدواج کردید، به دنیا نیومده بودم. گریه نکن، نه سیرابی گرونه بهش نمیده. بابا اصلا من فکر کردم که به فکر منی. ای بابا باشه باشه، نگران نباش میام. باشه خداحافظ مادر جان، خداحافظ. بله پدرم بود، مادرم بود، گفتن که پدرم پول جمع کرده 5 تا زندانی رو آزاد کنه، باید برم سر بزنم و اینها. به هر حال خب اینا رو من گاهی نمیگم که ریا نشه، وگرنه ما زیاد از این کارا میکنیم. بله میگفتم از پشت یه لگد بزنید وسط پاش، بعد بیفتید روش لباساشو جر بدید. یعنی چی بود؟ ببخشید در مورد مهریه و اینها بود. آخ اصلا من نمیدونم امشب چمه. خلاصه این که مهریه ها خیلی عجیب شده. 10 رأس آهو. خب این داماد بدبخت بعد طلاق باید بره تو جنگل های آمازون شکار آهو؟ حیوانات چه گناهی کردن که شما با هم نمیسازید؟ یکی دیگه 2000 قطعه شکلات. حالا این یه چیزی میگیم که خب عروس خانم به هر حال شکلات دوست داره، اصلا بخوره نوش جونش. من خودم مهریم 3000 تا گوشکوبه، هر کی میخواد بیاد جلو. یه بارم خواستم عروسی کنم، باباش به هم گفتش که شورت باب اسفنجی تو بنداز پشت قباله دخترم. پا شدیم با دعوا و رسوایی و اینا از خونه دختره اومدیم بیرون. ما خانوادگی رو شورتمون خیلی حساسیم، اینجوری نیست که. ببخشید تلفن من. الو مادر جان چی شده باز؟ نه آخه شعر آماده نکردم، بگو جانم. مادر بابا به خدا من الان حضور ذهن ندارم، چیزی یادم نمیاد برات شعر بخونم. باشه یه توپ دارم قلقلی سرخ و سفید آبیه، میزنم زمین هوا میره نمیدونی تا کجا میره. این خوبه؟ این نه، این واسه مهد کودک نیست. نه این شعر به خاطر تقدیر از جایگاه والای مادره. حالا بگو چی شده؟ بابا تجمع اعتراضی رو انداخته دم سیراب فروشی جمشید؟ ای بابا آخه یه ظرف سیرابی که این حرفا رو نداره، شر میشه ها. نه الان خودمو میرسونم. باشه قربونت برم، خداحافظ. عجب گرفتاری شدیم. من باید برم پوشک بچه های شیرخوارگاه آمنه رو عوض کنم، بچه ها همه ریدن، برای کسی نیست که عوضشون کنه. شما مراقب خودتون باشین بچه، من زود برمیگردم. آقا من دیگه اجرا نمی کنم، من نمیخوام مجری باشم. نه روبرتو کارلوس اومده خونه، میخوام برم باش گل کوچیک بزنم. ولم کن ناصر، گاز نگی پدر، خشتکمو ول کن خانم منشی. خب باشه چشم میرم. باشه چشم، همین یه دفعه من میخوام زود دیگه برگردم خونه. شروع شده. خب سلام خدمت همه ورزش دوستان و روبرتو کارلوس های توی خونه. آقا من نمیخوام مجری باشم دیگه، چون به هر حال روبرتو کارلوس که میدونین دیگه مدافع برزیلی بود که سوت میزد دفاع و دروازه‌بان و همه 3 کیلو وزن کم میکردن. این الان زده تو کار ایرانی ها. چند روز پیش هم با گلزار رفته بودن دور دور و تو حیات خونه گلزار اینا داشتن شود یه ضرب بازی میکردن. این دوستمون امشب میخواد بیاد خونه ما. چقدرم این برزیلیا خاکی هن. بعد از چین برزیل خونه دوم من به حساب میاد.
اتفاقا مادر من واسهش دمپختک بار گذاشته با گوشت چرخ کرده گاو برزیلی، از این گوشت یخ‌زده‌ها بود که آوردن ایران، از اونا درست کردیم براشون، بخورن نوش جونشون. آخه من نمیدونم روبرتو کارلوس چه ربطی به گلزار داره، اون کچله، این موداره، اون میرینه، این بر چیز، نه منظورم اینه که خب اون فوتبالیسته، این اصلا بازیگره، واقعا عجیبه. اجازه بدین همینو یه نظرسنجی داشته باشیم در موردش، ببینیم که واقعا نظر شما چیه و سریع هم جایزه رو بدیم بره. به نظر شما فوتبالیست‌های برزیلی چرا با هنرمندای ایرانی میگردن؟ 1. هنرمندای ایران رو تیغ میزنن. 2. عاشق تکنیک ناب ایرانی هستند. 3. رو هنرمندای ایرانی نظر دارن. 4. لب و لوله کن بیا جلو روبرتو کارلوس. این گزینه آخرم که گفتم از این به بعد تو همه نظرسنجی ها هست. بله، تا اینجا 1 نفر رأی داده. آقا بس دیگه، سوراخ نظرسنجی رو ببندید. آره، کسی رأی نده. بله، برنده این هفته ما روبرتو کارلوسه. اجازه بدید من یه زنگی بهش بزنم که بهش بگم برنده شدیم. الو، سلام روبرتو. میام داد، به خدا گیر برنامه‌ام. داداش یه چای میوه بزنی، من خودم میرسونم خونه. یه دست فوتبال دستی بزن با بابام، خودم میام. آره، چقدر فارسیش خوب شده. ببین تو برنده 1 دستگاه محمد رضا گلزار شدی، از طرف برنامه قراره این جایزه رو بهت بدیم. آره، نه میارمش خونه، بردار با خودت ببرش برزیل، به خود ما اینجا نمیخوایمش دیگه اینو. آره قربونت برم، باشه خدا میام، بمون میام قربونت. آقا من دیگه باید برم. باز خبر داریم؟ ای بابا، خب بگین خبر چیه. آها خب فهمیدم، مربی پرسپولیس گفته میزبانی هند خوب نیست، میزبانی قطر بهتر بود. اینجا همش تو خیابونا گاو وله، تو غذاهاشون هم فلفل میریزن، ما موقع توالت کردن سوزش داریم. هر دختر پسری هم میبینیم دارن دور درخت میچرخن آهنگ میخونن. بابا راضی باشید به هند، وگرنه میارنتون ایران، مجبور بشین تو همین زمینای خاکی تمرین کنید. قبول دارم زیاد میرقصن هندیا، ولی خب بچهای خوبین. یه مراسمی هم دارن که صبح به صبح میرن پیش گاواشون یه لیوان شاش گاو میخورن. تو رو خدا بدین بازیکن‌ها هم بخورن، اینا قدر ایرانو بدونن. آقا دیگه من واقعا باید برم. نه بابا، میخوام برم شیرخوارگاه آمنه، باید به بچه‌ها شیر چیز، یعنی منظورم که کمک کنم بهشون. بازم باشه ببینیم خبر چیه، سریعا میخوام برم. بله همینجور که میدونین کریم باقری پفک برداشتی داره میبره، احتمالاً گل محمدی هم که چیپس میاره، یکم مایه ضد عفونی میاره، میشینن تو اردو میخورن عشق میکنن. به هر حال خب عجیب نیست دیگه، من خودم میخوام برم خونه دوست دخترم، حتما میرم از داروخونه چیز، یعنی منظورم اینه که میرم بقالی چیپس و ماسموسی رو آبالبالو و اینا میخرم. خب برای لازم میشه دیگه. بازم هست خبر یا برم دیگه؟ خب ببینیم فیلمشو، ببینیم چیه قضیهش. بسره خیلی خوب داره پیش میره انشالا برای المپیک. میگم این تاسفانه اتفاق خیلی خیلی بدی که افتاد تو برهم، ولی یعنی دوزیدن حس میکنم. این تو هم برزش بله. نه آورده بودم با خودم توی کیفم. این واقعا عجیب بود، کفشای دونده ایرانی رو قبل از مسابقه دزدیدن. آقا نکنین این کار رو، آخه دونده بدون کفش چطوری بدوه؟ یاد جبارسینگ افتادم که با میرفت رو پا برهنه روی این چیزا. آها جبارسینگ نبود، کی بود پس؟ شعله دیگه، اون فیلمه. حالا ولشون، حالا هرچی. آقا کفش ورزشگاه رو ندزدین، کفش ورزشکار خوردن نداره، هم بونده هم بیچاره لازمش داره. انشالله اون کفش تو گلود گیر کنه پایین نره. ورزشکار پا برهنه میره توی زمین، خب مسخرش میکنن، فکر میکنن ورزش ما فقیره. این همه پول دادیم به ویلموتس بی همه چیز، خب یه کفش نمیتونیم برای این بخریم؟ واقعا دیگه شروعشو در آوردین، داغت به دلمون بمونه ویلموتس. کفش من کو؟ بابا کفشام اونجا بود. کتونیا رو میگم کجاست؟ خانم منشی اون چیه قائم کردی زیر لباست باد کرد؟ آه خب ببخش، نه فکر کردم که توی عقد گذاشتی، شرمنده ببخش. آقا اگه ایت خبری دیگه نداریم من برم روبرتو کارلوس خونه هستا. گریزمان؟ خب بریم خبرشو ببینیم چیه. این آنتوان گریزمان بازیکن بارسلونا و تیم ملی فرانسه است که خیلی دقیقه،
همه بچه‌هاش تو یک روز به دنیا اومدن، یعنی یک جوری هماهنگ میکنه که 8 آوریل بچه‌ش به دنیا بیاد. این خوراک ایرانه، این باید بیاد ایران زندگی کنه، تنظیم کنه، بچه‌هاش بیفتن تو روزای روند. حالا من باهاش صحبت کردم، قرار شد یه سری کلاس‌های آموزشی آنلاین بذاره، بهمون آموزش بده که چطوری اقدام کنیم که رأس تاریخ بچه به دنیا بیاد. آموزش قرمه سبزی با گریزمان به زودی در همین برنامه برای شما داریم دیگه. دوستانی که میخوان بچه دار بشن، رزومه کاری، سه قطعه عکس خودشو، همسرشو، خواهرزنشو حتما برای ما بفرستن که من تایید کنم. توجه داشته باشید که خواهرزن خوشگل مزیت به حساب میاد. خب دیگه بخش 85 رو تموم کنیم. به خدا زشته، روبرتو کارلوس خونه است، ناجوره. من دیگه برم، قربونتون برم، خیلی مراقب خودتون باشین. تا 85 دیگه، خداحافظ. آقا این کتونی من کو؟ ناصر این چیه تو خشتکت قائم کردی؟ تو دیگه چرا میزنی؟ لامصب. سلام، با پرمیننده ترین برنامه خبری عالم هستی در خدمت شما هستیم. برنامه رو میخوام با یه خبر بد شروع کنم. من این هفته به خاطر کرونا رفتم بیمارستان، بستری شدم. بعد ازم آزمایش گرفتن و خب دیدن که طوریم نیست، مرخصم کردن. هرچی به این پرستار خوشگلا التماس کردم که بذارید من بمونم، قبول نکردن. حتی یه تنفس مصنوعی هم بهم ندادن، نامردا. یکیشون گفت که روی زدم، اگه تنفس بدم روژم پاک میشه. تو خود نگاه کن. حالا من خودم خب به هر حال از قشر زحمتکش و مظلومم، شما دیدین دیگه اینجوری با هم برخورد کردن. از اون طرف این پسره هست، حسام کرونا صفوی، چیز نه، کرونا نواب صفوی، درست میگم؟ چی بود اسمش؟ حسام نواب صفوی، وکیل پایه که دادگستری و هنرمند کشور، درست گفتم؟ این رفته آی سی یو، هم ازش گزارش تهیه کردن، هم مشخصه واقعا هر روز بهش تنفس مصنوعی میدادن این پرستارا، هم اینکه داشته مرخص میشده براش جشن ترخیص گرفتن، کیک آوردن و شمع فوت کردن و بادکنک ترکوندن و چند نفرم خواستن برقصن که زدن رو شونه شون، گفتن آقا بیخیال شین، اتاق بغلی فوتی داشتیم. دستمون بنده، این تموم میشه تا این روشن بشه. برای انتهای فیک 22 شهری بر پس تا 22 شهری بر. مرسی، مرسی. تا کی ظلم به ما اقشار ضعیف جامعه؟ تا کی پارتی بازی؟ تا کی تبعیض؟ حداقل یه دونه کلوچه می آوردید من گاز می زدم. منظورم چیزا، منظورم خود کلوچه است. دوستان یه وقت خود نگاری فکر بد نکنید. ولی واسه این دوستمون کم مونده بود که ارکستر بیارن و چه میدونم چند تا آکروبات باز بیارن و اونجا از تو آتیش بپرن و شیر و ببر بیارن. بابا مریض خوب شده دیگه، ولش کنیم بره. با عوارض بیماریش باید یه سال درگیر باشه. شما جشنم میگیرین براش؟ بعد تو رو خدا به این حسام نواب صفوی با این وضعیت، بعد علی انصاریان هم تو رو خدا نگاه کنین با چه وضعیتی بوده. خودش با دستای خودش غذا میذاشته تو دهن خودش، اصلا خیلی عجیبه. بعد ریشش رو زده ستیغه، مگه میشه آخه؟ جشنی هم گرفتن که انگار چهارشنبه سوریه، کم بنده بود ترقه و چه میدونم نارنجک بیارن تو بیمارستان. بعد این که خب ما این همه الان تو این وضعیت کرونا پرستار کم داریم، دکتر کم داریم، تخت کم داریم، بعد 10 پرستار و دکتر تو اتاق این جمع شدین، خب بریسیم به بقیه مریضا دارن تلف میشن. واقعا دیگه هرسم در اومد به خاطر این. خب بریم خبر بعدی. خبر بعدی چیه؟ آها خب ویدیوشو پخش کنیم ببینیم. سال حمایت از کالای ایرانی بالاتر یه ساعت کمی ای سم رخت و سر ای سوسک. آه لحظه بل آه لحظه به لحظه داره شارژ تره.
این آقا رفته سم سوسکش خریده ریخته تو دهنو چش و چال و پر و بال این سوسکه. همینطور هم میبینید اینقدر روش سم ریخته که اصلا سوسکه سفید شده. نه تنها سوسکه نمرده بلکه هی میپره این ور اونور خوشحالی میکنه. یه بارم اومده جلو و گفته آقا از این سما از کی گرفته، شمارهشو بده ما هم بگیریم ازش بزنیم. اصلا من فکر کنم مواد انرژیزا ریختن تو این سم سوسکا، وقتی میریزی تو حلق سوس، سوسکه خوشش میاد گویا. وقتی از ساقیم موتوری سم میگیری خب همین میشه دیگه. یه بار من رفتم به ساقیم گفتم که یه سم بده، یه تیکه علف داد. بعد بهش گفتم داداش سوسکه علف نمیخوره، خندید رفت. از مغازه دار بگیرید این چیزا رو تو رو خدا. حالا حرف از سم شد، این تصویر رو ببینید. این لباس نوید محمدزاده خیلی سمه، به مار بزنیش میفته بیهوش میشه. این لباس حتی واسه نوید محمدزاده که هرچی گیرش میاد میپوشم بده، به نظرم بهش نمیاد اصلا. الان بهش بگی بیا شیشه نوشابه خانواده تنت کن، تنش میکنه. ولی خب باز هم این لباسه به نظر من برات سمه، نکن نوید جون. حالا کاری به لباسش نداریم، سلیقه هر کسی به خودش مربوطه دیگه. ولی شما این عکس رو از فرشته حسینی بازیگر سریال قورباغه ببینین، این هم عکس از نوید محمدزاده است که با همون لباس گرفته. حالا ما کاری نداریم اینا با هم رابطه دارن، برای خب این چیزاش به ما مربوط نیست. البته به وقتش مربوطه ها، اون موقع میریزیم تو پیجشون فوش میدیم، ولی خب الان نمیخوایم حرف بزنیم. اصلا خب بیجا کردن بدون اجازه ما دوست شدن، من مشکلم اینه، باید از ما اجازه میگرفتن. مگه ما اینجا خب ماست و خیاریم؟ حالا این هیچی، مرد حسابی، چرا لباس دختر مردم رو پوشیدی؟ بارها من خودم تو تاریکی با دوست دخترم لباسا رو در آوردیم، بعد تو تاریکی تنمون کردیم، رفتیم تو پذیرایی دیدیم لباسامون تن هم دیگه است. این اتفاقا میفته، ولی خب چراغو من میگم روشن کنید. حالا لباس زیرا رو اشتباهی نپوشیده باشی خدایی نکرده، آسیب میبینی، من به خاطر خودت میگم. بابا لباساتون رو دم دست نوید نذارید، این فتیش لباس ناجور داره، میره دم کمد لباسا میگه خب یه چیز بپوشم که بهم نیاد. مثلا کراوات میزنه رو عرقگیر. بعد خب مگه خودت لباس نداری که لباس اونو میپوشی؟ از این به بعد هم حتما همه این لباسای فرشته حسینی رو میخواد بپوشه دیگه. تو رو خدا دامن تو فرشته جان قائم کن، از جلوی دست این بردار که یهو نپوشه. جدی دارم میگم. آقا بریم سراغ اخبار هواشناسی. هوای تمام مناطق کشور قرمز، در بعضی جاها سیاهه. جان مادرتون ماسک بزنید. حتی هوای دم خونه ما آلوده است، اصلا نیایید سمت من. حتی دم خونه تناس طباطبای اینا آلوده است. دیگه ببین اوضاع چقدر خرابه. یه مدت قرار اول خونه نرید، حتی با اونایی که دونگ میدن کافه نرید، با هیچ سگی هیچ جا نرید. اینجوری که گفتم دیگه قشنگ مشخص شد، فهمیدن اوضاع چطوریه. حالا خودتون به جهنم، جون خانوادتون رو به خطر نندازید. تناز با تو هم هستم ها، یه مدت جایی نرو عشقم، قربونت برم، تو کوچه ببینمت گیساتو میسوزونم، گفته باشم. این هفته هم محسن قاضی مرادی بازیگر هنرمند کشورمون فوت کردن، روحشون شاد. به هر حال سالها مریض بودن و همسرش ازش نگهداری میکرد و اینجا میخوام این برنامه رو اگه قابل باشه تقدیم کنیم به همسرشون به پاس یک عمر وفاداری. برنامه آقا یهو فاخر شد، چیکار کنیم؟ بذارین خب از با یه شعر در مورد وفاداری تمومش کنیم. آره نظرتون چیه؟ بی وفایی بی وفایی دل من نمیخوام بخوام. خب به به، به پایان آمد این کفتر، حکایت همچنان باقی است، مراقب خودتون باشید. خب اینم گیرینگ و شوی امشب بود که دیدید، امیدوارم که لذت برده باشید از دیدنش. سوراخ‌های ارتباطی رو براتون تنگ‌تر کردیم که حال کنید و حتما بهش سر بزنید. قربونتون برم و تا گیرینگ و شوی بعدی بیسمنتتون گرم.